الله مجالس عزاداری و شب‌های قدر در همه جای جهان با صلح و سلامتی برگزار بشه، صلوات سوم رو بلندتر خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين وحسرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين وقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. در شب 19 ماه مبارک رمضان قرار داریم با دو مناسبت بسیار مهم. یکی اولین شب از لیالی و شبهای قدر است امشب، مناسبت دوم شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. خب امشب خیلی نمیخوام وقت دوستان رو به سخنرانی بگیرم، به این دو مناسبت دو نکته رو عرض میکنم، بعد آماده میشیم انشالله مراسم قرآن به سر گرفتن رو داشته باشیم و بعد هم مراسم عزاداری و انشاءالله اقامه عزا در شب ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام. شبهای قدر شبهای بسیار مهمی هست. در اهمیت شبهای قدر همین بس که قرآن به اشرف کائنات نبی گرامی اسلام خطاب میکنه، میفرماید و ما ادراک ما لیلة القدر. ای پیغمبر، تو هم از درک شب قدر و اهمیت شب قدر، اگر ما الهام نکنیم به تو، تو هم عاجزی که شب قدر یعنی چه. تمام فیضهای خدا که میخواد به بندگانش نازل بشه، ظرف زمانی نزول این فیضها شب قدر است. شبی که عبادت و شب زنده داریش از هزار ماه عبادت بالاتره به نص قرآن. شبی که خداوند مهمانی قرار داده، همه رو به این مهمانی دعوت کرده و هر کس بیاد در این مهمانی بی نصیب نمیشه.
من شبهای قبل عرض کردم که ما باید خودمون آماده کنیم که شب قدر فیوزات الهی که نازل میشه بتونیم بگیریم. آمادگی برای گرفتن فیوزات الهی رکن اولیش اینه که امشب قصد کنیم گناه و نافرمانی خدا رو ترک کنیم. دل وقتی آماده میشه فیوزات رو بگیره، امشب قصد کنه که دیگه نافرمانی خدا رو نداشته باشه. دوستان، رفقا، مخصوصا جوانها، خدمت شما عرض میکنم امشب شبیه که حداقل آغاز راه رو اینجوری شروع کنید. یک گناهی که بیشتر درگیرش هستید بین خودتون و خدا بگید خدا توفیق بده من قدم بردارم. همین گناهی که خیلی بهش ابتلا دارم ترکش کنم. بعضی از علمایی که چشماشون بازه میگن مسیر اول توبه اینه، بازگشت اینه. بین خودمون و خدامون و گناهی که بیشتر درگیرش هستیم بگیم خدا بهمون توفیق بده و گناه رو ترک کنیم. خوب دقت کنید، لقلقه زبانم نباشه. آدم باید یک کاری کنه گناه تو کامش تلخ بشه. اگه این کار رو بکنه موفقه. گاهی انسان موجودیه با فکر گناه یه عمر زندگی میکنه، حتی نه با خود گناه. بدبخت و کسیه با فکر گناه یک عمر زندگی میکنه. یک عالمی داریم قرن پنجم به نام ثعالبی، عالم ادیب ادب عربیه، یک کتابی داره ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب. یه قضیه توی کتاب نقل میکنه خیلی لطیفه. ببینید، انسان گاهی با فکر گناه یه عمر زندگی میکنه. می نویسه در بصره، او زمان ها حمامای عمومی بود دیگه، مردم خونه حمام نداشتن، یه حمام تمیزی بود خوب بود به نام حمام منجاب. یه خانمی بقچه و چاقچور کرد بره حمام، آمد تو را یک جوان عرب عزبی تو کوچه ایستاده بود در خانش، نگاه کرد به این جوان، گفت حمام منجاب کجاست؟ این جوان خونه خودش نشون داد، گفت اینجاست. زن رفت تو خونه، آمد رفت در و بست، ازش طلب کامجویی کرد. زن زیرک بود، داد و فریاد نکرد، سر صدا نکرد، با عنف او کارشو بکنه. گفت بهش که خب منم دوست دارم ولی میخواستم برم حمام، و برو یک سورسادی دایر کن، عطری بگیر، غذایی بگیر، بیا دور هم یه سورسادی بگیر، با هم باشه، حرفی نیست، منم آمادم. این مرد رفت بیرون که چیزی بگیره بیاره، زن رفت. ثعالبی می نویسه این جوان شد 90 سالش، رو به قبلش کرده بودن، دیدن زبونش داره تکون میخوره، گفتن الحمدلله ای داره شهادتین میگه. رفتن گوش کردن، دیدن این شعر عربی رو میخونه، یا رب قائلت وقد تعبت این طریق الى حمام منجابی. یادش به خیر اون روزی که او خانومه تو کوچه از من سوال کرد حمام منجاب کجاست. بعد ثعالبی میگه بدبخت و ببینید
50 سال آدم 90 ساله با فکر گناه زندگی کرده، گناه نکرده ولی با فکر گناه زندگی کرده، آخرش هم رو به قبله است، به جای شهادتین اینجوری میگه. رفقا امشب تصمیم بگیرید آغاز برگشت باش. و همینجا بگم راه سلمان شدن بسته نیست. انسان اگه تصمیم بگیره خدا کمکش میکنه. شبای دیگه دوستانی بودن، گفتم من اهل قصه گفتن و داستان سرایی نیستم، حرفی میزنم با مدرک، مسترش بپرسید کجا چطور. این قضیه که میخوام بگم راه سلمان شدن بسته نیست. همین امروز این قضیه رو خوب بشنوید تا بعد مدرک و سند و ایناشم بگم. یک ایرانی در آلمان وقتی برای استادمون مرحوم آیت الله العظما بهجت تابستانی در مشهد 3 سال به فوتشون این قضیه رو تعریف کردم، فرمودن کاش این مرد و من ببینمش. دیگه وقتی آمد ایران که آیت الله بهجت از دنیا رفته بودن، این آدم الان زنده است. یکی از کارگردانای معروف ایرانی دنبال از زندگیش یه فیلم بسازه، او قبول نمیکنه. کسی خاص اسمشم بهش میگم. یک ایرانی در 15 سال قبل از انقلاب بلند میشه میره آلمان هامبورگ توی یک گروه کانگستری، میشه رهبر این گروه، بارها کاباره ها رو حفظ کنند و گروه ها و درگیری و رهبر یک باند میشه. بین دو گروه درگیری میشه، پلیس آلمانی با گروهشو میگیره، روزنامه های آلمان تیتر اولشون میشه گرفتن این آدم هست، الان روزنامه هاش هم هست. میفته زندان، حبس ابد محکوم میشه. آقا با خودش حرف زدم، هم آلمان هم بعد منزل ما آمده. من تابستانی که تابستون ها مشهدم، ایام تحصیلی قومم، تابستون مشهدم، منزل ما آمده، چند روز منزل ما مونده. ایشون تعبیرش به من این بود، میگه باجه آقای مروی هر گناهی که شما فکر کنی من در زندگیم انجام دادم، هیچی نیست، نمیتونی یه ترسیم کنی گناهی رو که من انجام نداده باشم. محکوم میشه حبس ابد. من میخوام خلاصه کنم به اون نکته دوم من برسم که به برنامه ها برسیم. در زندان متحول میشه، آغاز راه رو از تو زندان پیدا میکنه در هامبورگ. گفت میخواستم نماز بخونم، نماز بلد نبودم. یه مسلمون سنی بود اونجا به من یاد داد نماز متکتف دست بسته. من چند روز دست بسته خوندم، بعد یه زندانی دیگه ای آمد، گفتم من ایرانی ام، شهر ری بودم، حالا آمدم اینجا. گفت بابا چرا اینجوری نماز میخونی تو، نمازهای ما جور دیگه است. او باز به من یاد داد مثل شیعه ها نماز خوندم. کم کم آرام آرام آمدم تو مسیر. میگه شبا کلیسای زندان رو تمیز میکردم که به من اجازه بدن اونجا نماز بخونم. گفت یه وقت از هامبورگ من میبردن برلین یا برعکس برای دادگاه، برای محاکمه. تو راه رهبر کانگستراست و برنامه، و گفت تو راه من سعی کردم با تیمم نمازمه بخونم. توی ماشین چند تا محافظ ویژه، من شروع کردم تیمم کردن تو مسیر. یه مرتبه دیدم ماشین کنار زد، یه هلیکوپتر آمد بالای سرمون، 2-3 ماشین آمدن اطراف که تو داشتی علامت میدادی به گروهت.
که بیان تو رو آزادت کنن. گفتم بابا کدوم علامت، کدوم گروه؟ این تیمم نماز من دارم انجام میدم. گفت آمدم تو مسیر، سه چهار تا روانشناس آمدن، گفتن یه عجیب بی سابقه است چنین. خلاصه ایشون زندانش بخشیده میشه، از زندان آزاد میشه. گفت از زندان آزاد شدم، روز اول دوستای سابقم سراغم آمدن، پولای باقی مونده رو آوردن برام، رهبر گروه هم پولا رو گذاشتن جلو هم. گفتم این پولا، میترسیدن از من. گفتم یک مار کشی نمیخوام، من تو مسیر دیگه ای رفتم دیگه، اینا مال من نیست. آقای دکتر بهمن هوشیار، جراح قلب معروف آلمانی هامبورگ، شاگرد پروفسور کربه، ایشون گفت، گفت یه روز میگذشتم از نزدیک مرکز اسلامی، زمستونای سرد، حالا اینجا سردتر، اونجا مرکز اسلامی جلوش دریاچه آلستر یخ میزنه که مردم میرن روش اسکی بازی میکنن، من با ماشین دیدم روی دریاچه میرن اونجا. گفت یه روز میرفتم دیدم همین آقا پیاده داره راه میره، بوق زدم گفتم فلانی چرا پیاده؟ آمد نشست. گفتم چی قدم میزنی زمستون تو خیابون؟ گفت پول برق ندارم، پول برقم رو قطع کردن، خونه سرد، آمدم بیرون قدم بزنم راه برم گرم بشم. آقای دکتر بهمن هوشیار نقل کرد. حالا ببین این آدم، من باش صحبت میکردم، راه سلمان شدن باز است. ببین به کجا میرسن. خودش برای من تعریف کرد، گفت آقا دوستام آمدن اصرار کردن یه مجلس تکریم به تعبیر من میخوام برای تو بگیریم، از زندان آزاد شدی؟ گفتم مشروب نباشه. تو خیلی مشروبم نباشه، خیلی آدم ساده ایم است، نه اهل اطلاعات و معلومات و مطالعه و آنچنانی، نه. میگفت آجا اینا مجلس گرفتن، منو دعوت کردن، من تا از دم در وارد شدم نگاه کردم یه مرتبه دیدم همه اونا حیوانن، چشم برزخی. میدونید کی باز میشه؟ آدم باید به چه مرحله ای از عرفان عملی برسه که چشم برزخیش باز بشه، باطن مردم رو بتونه ببینه؟ یه کانگستر. گفت حاج آقا یک قدم گذاشتم زدم بیرون، دیدم دیگه نمیتونم وایستم. اون رابطمون آمد، گفت داری تلو تلو میخوری، چه خبره، حالت متغیره؟ گفتم آقا جان هیچی نگو، من میخوام برم. گفت خب بیا با ماشین برسونمت. در رو باز کردم نشستم کنارش، نگاه کردم دیدم اونم حیوونه. گفتم آقا جان نگه دار، در ماشین رو باز کردم زدم بیرون. یلان زنده است. راه سلمان شدن بازه. عرض کردم مقدمش اینه. این یک آدمی که چشمش باز بود توصیه میکرد، آدمی که دست خیلی آره گرفته بود این آدم، میگو آقا میخواید مسیر رو طی کنید، قدم اول این لقلقه زبان فایده نداره. فکر کن او گناهی که زیاد درگیرشی، بگو خدا شیرینی این گناه را از کام من بردار. وقت دل آماده میشه فیوزات شب قدر بیاد. شب قدر حلال مشکلات، گره هامون باز میشه، گرفتاری هامون حل میشه. ولی گاهی قابلیت نیست، این دل نمیتونه فیوزاتو بگیره. مقدمش اینه، کلیدش اینه. یک نکته برای شب قدر. نکته دوم، شب ضربت خوردن مولاست رفقا دوستان. اون چه که ما رو اینجا جمع کرده، قبل از اینکه فارسی زبان باشیم، قبل از اینکه کشورهای همسایه ایم، سابقه ممتد ارتباط طولانی و علاقه وثیق بین این دو سه ملت، قبل از همه ی حرفا
عشق به مولا ما رو اینجا جمع کرده، عشق به علی، این اکسیری که هیچ وقت از دستش ندید، چیزی که آدمو دستگیری میکنه عشق به علی است. من خیلی حرف دارم، شب 21 میگم. اینجا یه نکته میخوام عرض کنم. ببینید جامعه شناسا میگن هر کسی رو میخوای تحلیل کنی دو راه داره، گفتارش و رفتارش رو تحلیل کن. من میخوام یک نمونه براتون بگم، نگاه دیگران به مولا. خب اشاره کردن کتاب الامام علی صوت العدالت الانسانیه، مال جورج جرداق، ترجمه شده به زبان سوئدی. حالا من یه نکته لطیف دیگه براتون میگم، از یه مسیحی دیگه. کتابشو به زحمت تو بیروت، زمانی که جنگ بود، به زحمت تو کتاب فروشی های بیروت گشتم، این کتابو پیدا کردم. کتاب تو کتابخونه من قم. یه نویسنده مسیحی است، دکتر بول سلامه، دکترای حقوق از سوربن پاریس داره، قاضی دادگاه عالی لبنان است. ایشون می نویسه لبنان شیعه ها و مسیحی ها خیلی با هم احتکاک دارن. شما یک شهر میری نصفی شیعه نصفی مسیحی، خود بیروت، جنوب لبنان، شهرهای مختلف. گفت در دادگاه نشسته بودم برای قضاوت، بعد فهمیدم یک شیعه و یک مسیحی با هم دعوا دارن، آمدن دادگاه. این شیعه یک کتاب دستش بود، داشت تونتون صحبت میکرد، این کتاب رو میز من گذاشت و رفت. من ناخودآگاه دست بردم کتاب رو برداشتم، باز کردم، دیدم صفحه اولش نوشته نهج البلاغ لمولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوباره باز کردم، خطبه حمام آمد، شروع کردم خوندن. خدایا مگه مسیح دوباره به دنیا آمده یه حرفا رو زده؟ افتادم دنبال این شیعه تو کاخ دادگستری لبنان، پیداش کردم، گفتم این کتابو به من میدی؟ گفت بله مال تو. مرخصی گرفتم، آمدم یک هفته تو خونه شروع کردم نهج البلاغ خوندن. یک بار، دو بار، سه بار، 11 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم. بعد این دکترای حقوق سوربن پاریس، ادیب ادب عربی، دست به قلم برده، یک کتاب نوشته، اسم کتابش اینه ملحمت الغدیر، چکامه غدیر. همه شعر، شعر عربی، 3075 شعر عربیه. من خیلی وقتا خسته میشم این کتابو نگاه میکنم، میخونم، چند تا شعر آخرش میگم براتون ترجمه میکنم. ببینید امشب زیر خیمه مولا علی نشستید، زیر خیمه کی نشستید؟ آخر کتاب خطاب میکنه به مولا، یا امیر الاسلام حسبی فخرا أنني من كمال أن أصغريا جلجل الحق في المسيحية حتى عد من فرط حبه علويا أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلاق الرضيا فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخضعي إنني ذكرت عليا یا امیر الاسلام حسبی فخر، ای امیر مسلمونا
این افتخار برای من مسیحی بس است که قلب و مغزم پر از محبت تو شده است. جل جل الحق فی المسیحی حتی عد من فرط حبه علوی، آنقدر محبت علی در دل من مسیحی رسوخ کرده که از شدت محبت علی من میخوام علوی بشم. انا من یعشق البطولة والالهام والعدل والخلاق الرضیا. مگه انسانی میشه در دنیا شجاعت رو بشنوه، عدل رو بشنوه، ایثار رو بشنوه، عاشق نشه؟ من عاشق شجاعتم، عاشق عدلم، عاشق ایثارم، پس عاشق علیم. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. مسلمونا میگید علی پیغمبر نیست، حالا منم با شما هماهنگ میشم میگم علی پیغمبر نیست، ولی همه خلقش پیغمبر گونه است. یا سماء اشهدی و یا ارض قری و اخضعی اننی ذکرت علیا. ای آسمان شهادت بده، ای زمین با استقرار شهادت بده من مسیحی به یاد مولا علیه. این مسیحیه، همه افتخارمون اینه. ایرانی ها افتخارتون اینه، افغانی ها شما رو به جرم محبت علی میکشن، داعشی ها جنازه های تکه تکه شده بچه های شما رو تو کابل و جاهای دیگه، اینا همه به عشق محبت علی است، ولی ثابت قدمید. در طول تاریخ منطقه، حالا یه تحلیلی خواهم داشت که چرا خیلی مهمه، یک دو بار گفتم وعده دادم تحلیل میکنم تاریخی که چرا این منطقه اینجور عاشق مولا علی است، ولی این عشق همچنان هست. قدر این محبت رو بدون. شب ضربت خوردن مولاست. علی در اوج عزت مظلوم. من نمیگم امام صادق علیه السلام به سند معتبر زیارتی برای حضرت امیر دارن، میفرمان وقتی نجف رفتید زیارت رو بخونید، یه بندش اینه: السلام علیک یا اول مظلوم. حضرت رو منبر کوفه نشسته بودند، موعظه می کردن، یکی وارد شد داد زد از در مسجد: آقا انا مظلوم. نوشتن حضرت شروع کرد گریه کردن، فرمود: بیا جلو، بیا جلو، بیا جلو، انا مظلوم، ظلمت عدد الحجر والمدر والوبر، من علی مظلوم. چه کردن با مولا؟ احمد شوقی امیر شعرای عربه یه قصیده داره خیلی عجیبه: یا جبلا تعب الجبال ما حمل، یا جبلا تعب الجبال ما حمل، ماذا حمل عليك ربة الجمل. ای کوه صبر و استقامت و تقوا، که همه کوههای عالم از کشیدن مصیبت تو عاجزه. سال 36 هجری حضرت خلیفه بودن، خبر دادن سلمان در مدائن از دنیا رفته. حضرت با عجله خودشون رسوندن مدائن، کنار جنازه سلمان روپوش از صورتش برداشت، یه نگاه کرد، فرمود: یا ابا عبدالله اذا رأیت رسول الله فقل له ما صنع الامت به اخیه بعده. سلمان میری پیش پیغمبر، به پیغمبر بگو این امت بعد از او با برادرش علی چه کرده. همه اسلام مدیون شمشیر علی است، و چه کردن با آقا؟ نقل میکنن صدیقه طاهره در بیماریش عرض کرد: آقا جان، شنیدم تو کوچه مردم بهت سلام نمیکنن.
حضرت اگه نقل درست باشه فرموده باشه این که مهم نیست، سلام میکنن سلام میکنم جوابمو نمیده. یا الله آماده شی، یک کلمه اشاره میکنم بعد مصیبت و بعد مراسم قرآن به سر گرفتن. در مراسم قرآن به سر گرفتن هم باز آدمای بزرگی میفرمودن. مرحوم آیت الله بهجت روی نکته اصرار داشتن، میگفتن خیلی مردم را حواسشون پرت نکنید، این بر اون بر نبرید در وقت قرآن به سر گرفتن، خوب دقت کنید. گاهی اینجوری میشه، ما قرآن که به سر میگیریم خلاصش اینه، خدا رو به قرآنش، به خودش، به 14 معصوم قسم میدیم، بعد دعا باید بکنیم، خواسته هامون از خدا بخوایم. اونقدر معطل میشیم گاهی که وقتی نام حضرت رو میبرن افراد خسته میشن، بلند میشن میرن، و آخرش که باید از خدا چیزی بخوان دیگه قضیه جور دیگه میشه. مثل امشب منزل دخترشون بوده، میگه سفره پهن کرد، نان آوردم، آروزه بوده، یه مقدار نمک گذاشتم، یه مقدار شیر. حضرت نگاه کردن فرمودن دخترم کی دیدی بابا علی سر یک سفره دوتا خورش؟ دست بردم نمک رو بردارم، فرمودن نه شیر رو بردار. با نان و نمک افطار کردن. گاهی می آمدن تو حیات، نگاه به آسمان می کردن، صدا می زد انا لله و انا الیه راجعون. نزدیک اذان صبح از منزل آمد بیرون، مرغابی ها سر و صدا می کنه. حضرت اشتد حیازی مگل الموت فان الموت لاقیك علی، کمربند و ببند برای مرگ، آماده باش. فیض آماده استفاده می کنید. وارد مسجد شده، نماز رو شروع کردن، سر از سجده برداشت، یه مرتبه ابن ملجم ملعون شمشیر به فرق علی، صدایی بین زمین آسمون، تهدمت والله ارکان الهدا.